زن ناکار برای ما زن ناکار نگفته الطیبین للطیبات الطیبین للطیبات والخبیثون للخبیثات این معنایش نیست مرد گناهکار و زن گناهکار الطیبین للطیبات معنایش اینه که کلام طیب از انسانهای طیب میاد انسانهای طیب برای کلمات طیبه نه اینکه هر جا انسان خوب بود زنش هم حتما انسان خوبیه شما هر جا انسان خوب بود زنش هم حتما انسان خوبیه اینجوریست در دنیا اگر کسی مؤمن بود زنش هم حتما مؤمنه هست یا امکان داره که شوهر خوب باشه زنش بی نماز باشه امکان نداره؟ نه نه خدا حافظ شما باشه شما حفظن چه فایده؟ چه فایده؟ شما حرفای الطیبین للطیبات والخبیثین للخبیثات معناش این نیست که هر جا انسان خوب بود بله زنش هم زن خوبه مرد خوب بود زنش بود. این اشتباه کلام را نفهمید بزرگان مفسرین این آیه را اینجوری تفسیر کردن کلام طیب از برای انسانهای طیبه کلام خبیث از برای انسانهای خبیثه یعنی کلام خوب وقتی حمد میشه تعریف میکنه یک کسی را چه انسان خوبی چه انسان مثلا با تقوایی با ایمانی تعریف میکنه چه انسان عظیمی اگر اون شخص واقعا خوبه این تعریف از برایش اگر واقعا خوب نیست این تعریف از برای انسانی که واقعا خوب هست نه از برای این شخص الطیبین للطیبات والخبیثون للخبیثات اینه که کلام های خبیث برای انسان خبیثه یک کس انسان شایسته هست برای او کلام بد بگید این کلام بد برای او نیست این کلام بد برای اون شخص بده در حقیقت برای او گفته شده معنای این آیه اینه و اینا بزرگان از مفسرین بیان کردن طبری این را گفته خدمت شما عرض کنم قرطبی این را گفته ثعلبی این را گفته همه این مطلب را گفته این معنایش این نیست این یک حرف علکی است که علما وهابی میخواد شما رو بنگول بزنه میگه الطیبین للطیبات والخبیثون للخبیثات معنایش اینه که هر جا انسان خوب زن شبت من خوبه انسانهای خوب زنهای خوب انسانهای بد زنهای بد این معنای نیست بالعکس امکان داره انسان خوب باشه زن شبت بد باشه زن خوب باشه شوهرش انسان بد باشه این فرعون انسان خیلی بد دشمن خدا دشمن حضرت موسی علیه السلام خانمش حضرت آسیه یکی از زنهای بهشتی حضرت لوط خودش خیلی خوب بهشتی پیغمبر خدا خانمش کافر